باقی میشه دست های صد مدل. ما کارمون رو پس برای بلدیم. پیش اومده ایام دادی، پس پیش اومده ایام دادی. آره با اون کسی که دیگه مدت دوست بودم. آره سوال زبان تاوش نوبت لیدای عزیز بفهم. امیر اومدی تو کامنت بزن اونا بدن کسی بالا نیومده آقای عزیز. خب میگن که میگن سوالاتون رو قشنگتر بپرسید، سوالاتون تخمیه. لیدا تو هم درست جواب بده، هادی جون هم سوالاش چالشیه. بفهم یکم شما ادامه بدید تا من چیز بیا. سلام داشت مهسا، خوبی خوش اومدی. لیدا هم همه دنیا میدونن که تو با یه نفر رل میزنی، پس نیازی نیست هر دفعه بیای بگی من با اون یه نفری که رل زدم. هیچکی در مورد تو فکر بد نمیکنه عشقم. من نمیدونم فکر بدتر از اینی که ببخش شما 30 سال خانه دار بودی و الان زن شدی همون دیگه. آخه نه بعضی توضیح میخوام همین که چرا یه چیزی میخوای هایت کنی. اون دیگه فکر نمی کنم اتفاقی بدتر از این باشه که 30 سال مثلا کس کردی 20 سال میخوای کوم بدی. حالا هر دفعه یه سوال میکنم میگی که آره با یه نفری که میخوام رل بزنم. خب اوکی خودت باش. درست آقا عالی. فکر نمی کنم دیگه مردم ایران بیشتر از این قضاوت کنن که 30 سال کس کردی 20 سال میخوای کوم بدی. تو هر چی بیشتر هر دفعه گر بگی من این بیشتر مردم بهت گیر میدن. مثلا باش بگو یه کونم کون میدم افتخار کن تا ولت کنن. بله افتخار کن به من اینم رو میدم فلان. کسی بهت کار نداره، اینجا میریزن رو سرت جمعت میکنن. اینجا نمیشه خیلی بابا اگه میخواستن بریزن رو جمعت کنن تو دادگاه جمعت میکردن که ببخشی طلاق 30 سال با یه زن بودی بعد دوتا بچه هم انداختی بعد الان داری میدی رفتی تو پوشش سینه گذاشتی و از این کارا. مملکت چی بیا به تو چی کار دارم بابا؟ تو کجایی؟ چی بگم؟ ناس ندارم خواهر جان. همه این همه کارا میکنن تو لایو لخ میشن چی نمیگم همه لباس کنن میگن تو لایو گذاری فرنگ سازی میکنی چرا پس از ایوان میگی میخوام بدم؟ اگه میدی در راه خدا بده. سلام خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. آره انجا سلام. حالی چطوری؟ سلام حالی شما خوب هستی؟ آره شما خوبی حالی جان؟ آقا امیر میشه لطفا بشینی و گوشی تو بذاری مثل ما؟ بشینم یا شما بشینید یا ما ستا بریم تو تخت مثل شما فرق نمی کنم. امیر یا خوب هستی داداشی گلم؟ بعدت شم تو خوبی؟ عزیزی فارس با تو زبطال آشنا آقا امیر. من زیاد دیگه لایو نمیگیرم مثل قبل حالی. چرا؟ چون آری لایو دیگه حوصله شو ندارم. بیشتر فعالیتم رو پست و استوری این اصلا رو میبینی یا نه؟ خب شما امیر رو میدونم که یکی همیشه از یکی از لایو گذاره قدیمی زمانی که هیچ کسی نبود تو مدیا امیر جان فعالیت میکردم و خیلی بده اگه بخوای بری و فعالیت نکنی. بشین لایو بذار فعالیت تو بیشتر کن. بعد آریان بی احترامی زیاد میکنن روی لایو آدم ریپورتی رد میکنن. آدم های حسودم که زیادن سر هم میگم لایو بیجم خراب نکنه. الان خدا رو شکر ویو هم اومده بالا 300-400 بعد دارم فعالیت هم میکنم. بازدید استوری هم الان مثلا 40-50-60 که میخوره. ولی خب اون که لایو میگرفتم اگه خود یاد باشه آریم من قبل این داستان ها لایو هم 3-4 هزار تا بود. یعنی 2-3 نفر کار میکردم 3-4 هزار. ولی بعد ممبر یعنی من یادمه ۳۰۰ تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ تا دیگه مثلا برنامه گرفتم 100 مثلا 100 خورده ای سر همین دیگه نگرفتم. چون یه سری هم میام فکر کنم پیج آدم فیکه نمیدونم. در صورتی که الان من از سال 93 دارم توی اینستاگرام و این مجازی و اینا فعالیت میکنم. خیلی ها قدیمی ترم خیلی ها اون موقع ما بودیم نبود. الان پولشون رو در آوردن نمیدونم زندگیشون رو جمع کردن ماشینشون رو خریدن خونهشون رو خریدن. ما اندرخم یه کوچه همین جوری در حد مثلا مجازی کلیپ بسازیم اشغالمون رو کنیم. نه دنبال پول بودیم نه دنبال پول در آوردن بودیم که اشتباه هم کردم. آینا
چون از خیلی قدیم تر بودم من میتونستم خیلی موفق شم تو مجازی، ولی خب راه اشتباه رفتم جلو. آینو عزیزم، آینو همه چیزایی که میگی تایید میکنم، چون من امیر هادی جان اینا قدیمی ترین کسایی بودن که توی مدیا تازه اومده بودن، اینا بودن و به خاطر همین میگم فعالیت تو شروع کن ادامه بده. و یه چیز دیگه، شما پسری چرا باید به حسادت کنن؟ نه کاری نمی کنی که بخوان، کار خاصی نمی کنن. ایشون چرا چرخیدم؟ من نمیدونم چرا مثلا یکی میاد تولای به من دیگه شروع زنگ زدن گوشیتون؟ نه نه، این وی پی ان هم من اکانتی هاست، نمیدونم چرا با اون هر چی زدی من نتونستم بیام بالا. وی پی ان هم این فیلیو الان دادم که بیام بالا، نمیدونم چه جوریه. خب درسته، اوکی، خیلی خوش اومدین. لایو چالشیه، آقا امیر میتونن شروع کنن. نفر یه سال چالشی از ما ست دوست عزیز بفرمایید. من که میدونی کلا تو کار بی ادبی نیستم، بهت همون سری گفتم آریان، حرفای بی ادبی. و حالا بالاخره یه سریا فالو مثلا پیج منو دنبال میکنن، اگه یه موقع بخوام بی ادبی کنم، بی احترامی کنم، طرف میاد میگه امیر علی مثلا ما تو رو داریم دنبال میکنیم، مثلا این همه خانواده تو لایو. حالا تو لایو خودت شخصیتت فانه، میدونی درسته. آی مین که من نگفتم که شما بی ادبی کنید، گفتم به چالش بکشید. این لایو اسلامیه. نه به غیر این آریان جون ببخشید، به منم میگن، من چون لایو گذارم میگن که چرا تو لایو این میری، چرا تو لایو اون میری. میگم آقا جون شما دیدی من تو لایو یا آدمه به قول شما بی ادبم، نیاین اون لایو، نیاین. مجبور که نیستی که. من لایو فان میرم، لایو خارجی میرم، لایو خودم هم دارم. هر لایوی که معذبی نیاین. الان پوشش من مشکل داره، من برم یه تیشرت بپوشم اگه ناراحتی. کی تصویر ما تو نداره؟ نه یه چند نفر کامنت گذاشتن که پوشش تو درست. نه توجه نکن، نه ما پوشش شما رو بسیار دوست داریم، بدن زیباتون رو دوست داریم. شما میتونید سوالات رو اندازه حد فالوورات بپرسی. عشقم فالوورای من مشکل شدی تو لامصب، اینو میخواستم بگم. یه لحظه، وان سکند پلیز. تو میتونی سوالاتو در حد لول فالوورای خودت بپرسی، ولی از اونجایی که فالوورای من همه اوپن مایند هستن و دنیا دیده هستن و زندگی لاکچری دارن، صحبتایی که من میکنم برایشون خیلی طبیعیه و اصلا به این چیزا فکر نمیکنن. اونا فالوورای من به فکر پیشرفت و موفقیت بیشتر هستن که اینا نمیدونم کی دادی و کی کردی، اینا براشون ایمپورتن نیست، مهم نیست. تو ولی میتونی اندازه فالوورای خودت صحبت کنی، سوالتو بپرس. بفهم میگم آریان چقدر خوشگل شدی، چیکار کردی؟ اولین سوال چالشی. خب عزیزم یه کون باید خوشگل باشه. الان دیگه تو کلن تغییر داری میکنی. خب من دوست دارم من یک کون موفق بشم، من دوست دارم که روز به روز بهتر بشم. برای شدی؟ خب یه موامو فقط صورتی کردم، اینم که رنگش رفته. خیلی جذاب شدی، براو براو. بایدش میکنم، وظیفه هست. حالا جالبیش اینه که امیر هیچ حسی به من نداشت، ولی پس امیدوار شدم. امیری که هیچ وقت به پسرها حس نداره به من میگه زیبا شدی و امیدی هست. خب برو. بذار من یه شرت بپوشم، یه سریایی دارن بی احترامی میکنن. آخه نظر من که شما مهمان من هستید، من راحتم، لطفم کنید تو چشم شده چه علم میام. یه دقیقه بسید شما مهمونای من کیرشون هم در بیارن تو لایو رو چشم جا دارم. من تعجبم آره امیرعلی جان، نه سال دارم خب 9-10 سال تجربه دارن، قدیمی هن، خب خیلی با پخته تر از ما باشن. من تو 2 سال خودم لایو میذارم، پدر من در بردن، عشق من در بردن، ولی الان دیگه خشن جا افتاده برام. هر لایوی دوست داشته باشم میرم، هر حرفی بخوام جایی بزنم میزنم. کسی دوست داره نگاه کنه، کسی هم دوست نداره مجبور نیست، اون زبدر بالا رو بزنه بره پونه. نمیدونم لایو میگرفتم، حالا یه تایمی توی رابطه ای بودم، اون طرف اون بر بود، به من میگه تو لایوات لخ نشو، تو یه کشوری زندگی میکنی که اونجا همه با بیکینی میان بیرون، تو به من میگی لخ تو لایو نشو. خب سوالم از آریان پرسیدم، حالا از
هادی میپرسم، هادی الان تو رابطه یا نه؟ نه نه نمیگم، من سینگل هم سالتا. یه دونه دوست دختر داشتی کلیپ باش میساختی؟ آره، اون رفت. چرا خیانت کردی هادی؟ نه. ما یه یه بگیم، ما در حد یه دوست معمولی بودیم، من دوست به سر دوست دختر. حالا اگرم شیطونی کردی من روی خواستم بوده، اگرم کار کردی. من اینکه بیایم یک دوست دختر دوست بسریم، نه. کنار همی هم اشتباهاتمون رو کردیم، هم کلیپامون رو ساختیم، هم خوش و دریامون رو رفتیم. آخرش هم اون رفت سوی خودش، من رفت سوی خدا. به سلامتی. این دوست عزیزمون اسمش چیه؟ لیداه، لیدا. چون من الان زدم نمیدونم چرا نیومده. خانم لیدا. ایشون لیدا خانم هستن. لیدا. بله بله جان. خوبی شما. مرسی گلم، مرسی. ببخشید من تصویرتون رو ندارم، ولی خب همون اول که اومدی بالا صحبت کردی شناختمتون. امیرعلی عزیز و دوست داشتنی. عزیزی نظر لطف کن. چه جوری تصویرمو نداری؟ الان من چه تصویرو دارم؟ ندارم عزیزم. منم ندارم. دو تایمون نداریم. تصویر آریان جون هم ندارم، شماره هم ندارم. آها نمیدونم. بعد چرا حدود دیگه دارم که بار کردن دیگه لیدا خانم. خب ادامه بدید دیگه، چه خبرتون رو تصویر این اونو دارم، سوالتون رو بپرسید. آریان چرا میزنی؟ این یه لایو با کیفیته، من نمیخوام تایمم برای اینکه من این تصویر رو دارم ندارم. مردم لاکچری من، فنای لاکچری من صبح ورک دارن، کار دارن. ورک یعنی چی؟ فارسیشو به من میگی؟ ورک یعنی کار میکنن. اینجا این از اون لایوهای بی لول نیست که مردم بیکارش بشینن، یکی داره قیلون میزنه، یکی داره. اینجا نظم داره، اینجا اسکجوال داره، جد یعنی همه چی برنامه ریزی شده است. اکسلنت، اکسلنت. یس آف کورس. گو هد، ادامه بدی. خب سوال از لیدا خانومانه، نظرتون راجع به رابطه با هادی جان چیه؟ رابطه شما یا خودم؟ نه خودتون، یعنی مثلا توی رابطه بخوایم بریم با هادی عزیز. تو رابطه که ما خیلی وقتی تو رابطه این با هادی عزیز دوستای اجتماعی هستیم، لایف تو لایف میشیم. اوکی. نه نه نه، وارد یه رابطه احساسی شی. نه احساسی اصلا نمیتونم، من اصلا نمیتونم، خدا همین، من اینجور اقامی نمیتونم روی این بند خدا حس که داشته باشه. هر کاری میتونم یه حس پیدا ادم نمیشه، نمیدونم رو حس رو آریان چی هادی؟ نه آریان هم همیتون، آریان هم همیتون، آریان هم همیتون، آریان حسشو بریدن. الان به کی حس داری تو زندگی؟ ولی کی هادی؟ من ببینیم یه مرد واقعی صد دفتر روی یه زن واقعی حس پیدا میکنه. نمیتونیم مثلا میگم بره روی ترز یا بره روی شیمیل حس پیدا کنه. یعنی خودت یه باشه من یه پا مرد میدونی دیگه. من میگم من هر کاری میکنم که روی چه بکنم، یا شیمیل یا ترز، حتی یه درصد یه حس پیدا کنم، بیام بگم وای تو چقدر جذابی، چقدر زیبایی تو، اصلا همه جا رفتی تو قلب من. نداشته باشی میتونی بگی؟ میگم ندارم، میگم هیچ حسی من روی ترس یا شیمه ندارم. امیرعلی خیلی به من با اینکه خیلی ترس رو به من پیشنهاد رفاقت دادم، پیشنهاد دوستی دادن، حتی خونهش بودم دعوت کردم، ولی من گفتم من برم خونه این بند خدا چی به این میگم؟ میگم تو بیا منو بکن یا من بیا تو رو بکنم. والا به خدا میگم نره نره کلن نره روی میشه حس پیدا کنی، ولی روی ترز یا شیمه متاسفانه نمیتونیم، نمیشه. هادی عزیز شما نمیتونید، قراره شما و امیرعلی ندارید. خانم خودش داره میگه من یه شیوه‌ای دارم،
چی بری یعنی چی؟ یعنی که جدایه ولی قابل احترام هم چه خیار داری؟ همه قابل احترام هم باید به حالا زندگی همه احترام بذاره. یکی دوست داره مثل شما باشه، یکی نه، یکی دوست داره زندگی عادی و روند خودش رو پیش ببره. باید به همه احترام. مثلا نگاه کن آریانا چه لون بازی در میاره، موها رو میریزه این و میریزه اون و امیرعلی عزیز از من سوال کردم فکر کنم، گفت که به هادی حس داری یا نه، درسته؟ بله. امیرعلی عزیز ببینید، من کلا آدمی هستم، خب نه قد طرف خیلی مثلا برام مهمه، نه اندام، نه تیپ، نه خب در وهله اول مثل بقیه آدما منم فرقی نمیکنه، باید تو نگاه اول یا تو رفتار اولی که با طرف دارم ازش خوشم بیاد. اگه بهش حس داشته باشم چیزای دیگه‌اش برام مهم نیست، که ماشین داشته باشه، بعضیش توپ باشه، پول، نه اینا هیچ کدوم برام ملاک نیست، کافی از طرف خوشم بیاد. خوشم که بیاد باش دوست میشم. بله، مادیات اصلا براتون مهم نیست، کلا تو معنویات. دقیقاً. خیلی خوبه، کاش دخترها از شما یاد بگیرن، الان همه شدن مادیاتی. ولی درسته اینجا جا داره که من دخالت کنم تو این بحث. آقا امیر، چرا تو یه دختر مفت میخوای؟ ببین بحث مفته نیست. ببین من یه چیزی بگم، مثال میزنم، یه پسری یه دختری رو خیلی دوست داره، حالا توی مثلا نگاه اول عاشق طرف میشه، خب میره به طرف پیشنهاد میده، طرف اگه بچه پولدار باشه، حالا یه ظاهر خوب هم داشته باشه، یه 100% صده، بله. اگه ظاهره رو داشته باشه، اون پوله رو نداشته باشه، ماشین نداشته باشه، وضع مالی خوب نداشته باشه، از 100 اگه ظاهره رو داشته باشه، از 100 میشه 50. اگه یه فردی معمولی باشه و هیچی هم نداشته باشه، درصد مالکیت طرفش میشه 10%. چرا؟ درست. چون همه چی شده مادیاتی، نه فقط ایرانا، اتفاقا دختره ایران از خیلی جاها بهترن، کشورهای خارجی هم همینه، یکی که ماشین خیلی خوب داره خیلی دافای خفن تری میزنه، یعنی این صرفا فقط به خاطر ایران نیست، همه جای دنیا الان پول شده. یعنی اینکه ما بخوایم بگیم ایران همه دنبال پولن و اینکه دخترها دنبال کسی هن که پول داره، من ببینی ایه بابت بهشون حق میدم. چرا؟ من خودم یه پسرم، وقتی میخوام با یه دختر رو کشم، اگه یه ماشین خوب داشته باشه، ظاهر خیلی خوب داشته باشه، یه ماشین خوب داشته باشه، خونه مجردی خفن داشته باشه، خب مسلماً خیلی بهتر از اینه یه کسی که از همه لحاظ اوکی باشه، ماشین نداشته باشه. میبینی چی بهتون میگم؟ میگم من خودم یه پسرم، حالا دخترها به کنار، وقتی مثلا یه دختری با یه پسری میخواد اوکی شه، ماشین خوب داره، زندگی خوب داره، مثلا من نوعی با موتور طرف رو میبرم، مثال میزنم، و مثلا من با یکی اوکی میشم، طرف میگه بیا دنبالم، الانم که فصل زمستونه، مثال من با موتور میرم دنبالش، هوای سرد هست، سرماش هست، خب من مثال میرم یه رستوران مثلا 500,000 هزینه میکنم، اون طرفی که تو بنز و بی ام و پورشه، طرف رو میبره یه رستوران 5 میلیون هزینه میکنه. خب همه آدم ها دنبال بهترینن، ولی من میگم کاش حداقل یه سریا، یه تعدادی هستن که طرف واقعا ته دل دوست دارن. خب همه چی درسته، الان همه چی شده پول، ولی کاش احساسات همدیگر هم درک کنیم. میدونی یه ذره شرایط همه الان بده. من دیشب از اندرزگو یه دونه اسنپ گرفتم، بعد اسنپ باورتون نمیشه، یعنی تپسی جک استیری بود، حالا جک استیری شاید اینجا قیمتش مثلا 700-800 میلیون 900 میلیون 1 میلیارد، یه خانم 45-50 ساله بود، خیلی هم آراسته بود، خیلی با شخصیت بود، ولی تو دل خودم گفتم چرا باید این خانم ساعت 12:30 نصف شب کف خیابون با یه ماشین مثلا حالا چینی مدرن توی اسنپ کار کنه؟ یعنی اینقدر وضعیت خرابه، اینقدر به قول گفتنی مادیات همه ضعیفن، باز طرف گفت من مزون دارم، کار مزونم، نمیتونم زندگیمو بچرخونم، از شوهرم جدا شدم و با دخترم زندگی میکنم، یعنی یه کار نمیتونه براش جوابگو باشه، یعنی میاد توی اسنپ هم کار میکنه که این گوشه کنارا یه درآمدی هم از اون ور داشته باشه. درسته آقای امیر، جا داره اینجا که یه لحظه لیدا خانم، ممنونم.
عشقم سکوت کنی. اینجا جا داره که من از کامیونیتی خانوما دفاع کنم. عشقم من خودم یه پسرم، درست کون میدم، الان خودم 3 تا شغل دارم، یه پسر تنهام، با اینکه کون میدم، لایف میذارم، کار دیگه میکنم، به عنوان یه نفرم هیچی ندارم، که حتی من پسرم خرجم از یه دختر کمتره، 3 تا شغل دارم، 3 تا شغل دارم، بیزنسم در سوشال مدیا کون دادنم و یه شغل دیگه که نمیتونم بگم که اونم کار میکنم، 3 تا شغل دارم، بازم به خرجم موندم یه نفرم. و من که یه پسرم، چرا باید از تویی که پسری که تو فاعلی کننده هستی که خرج تو یک ساعت خرج من، یک ماه خرج تو، چرا پول نگیرم؟ چرا مادی نباشم؟ شما میگی مرد که وقتی پشمالو باشه شیکتره، ولی خدا نکنه تو بدن یه دختر یه مو باشه، من آف شدم، پشماتو بزن. خب وقتی شما بعد پول، خب این که میخواد پشمشو بزنه لیزر کنه پول نمیخواد، ببخشید شما مردا، من واژن صورتی میخوام، سیاه نمیخوام، خب اون واژن صورتی خرج نداره، من سینه 90 میخوام، من کون این میخوام، در صورت آمساری به کامیونیتی مردها توهین نشه، ولی هیچ عنی هم نیستن مردا، ولی میخوان کیس مورد علاقه شون فرشته ای نمیدونم منم کجا از مردا که هم جنس خودمه اینجا حمایت کنه. این حرفو نزن آریان، هر کسی به شخصیت داره. گفتم خواهشا به مردا توهینم. ببینید من کسی هم که واقعا از صدای تتلو خوشم میومد، موزیکاشو دوست داشتم، الانم صداشو دوست دارم ولی شخصیتشو دوست ندارم. یه پست گذاشتم به خاطر بی احترامی که به خانوما کرد، به دخترا کرد، به زنا کرد. چرا تویی که میای میگی من ویجیتریانم، همه رو تشویق میکنی این که ویجیتریان باشن و جانور نخورن، مثل ماهی، گوشت، مرغ، نمیدونم فلان، آی سوسکو نکش، پشه رو نکش، چرا تو میای توی یوتیوبت مثلا نشر میدی که دخترها و زنا ارزش ندارن، فقط به درد ظرف شستن و بچه داری و اینکه مثلا باهاشون رابطه داشته باشی میخوای؟ چرا باید این حرفو بزنی؟ اگه مادر تو نبود، مادر من نبود، ایکس و ایگرگ مادرشون نبود، ما هم نبودیم. پس این حرف خیلی بده که میگه طبیعت باید دخترها رو حذف کنه. یه کسی که انقدر هنرمنده و این همه دنبال کننده داره و همه پیرو، خیلی حرفاش هستن، خیلی حرفاش، نباید این حرفو بزنه. من خودم به شخصا حمایت کردم از دخترها. ببینید دخترای ایران، زنای ایران با استعدادترین و خوشگلترین دخترای جهانن از دید من. حالا کار ندارم یکی دماغ عمل کرده، یکی لب پروتز کرده، باید زیبای درونی و اون به قول گفتنی ذاتن باید یه قشنگی میمی که صورتت باید خوب باشه که تو با 4 تا عمل خوب بشی. یعنی میخوام بگم چرا باید این حرفو بزنه که دخترها رو باید بکشن، باید حذف بشه؟ خب این حرف قشنگی نیست. من اومدم از دخترها حمایت کردم، از زنها حمایت کردم، یه پست گذاشتم، نزدیک 200 تا ویو خورد، نزدیک 5000 تا کامنت خورد. اصلا نه دنبال فالوورش بودم، نه دنبال ویوش بودم، فقط به عنوان یه بلاگر، یه کسی که پیجم بالاه و دیده میشم، خواستم حمایت کنم. حالا چه 5000 تا ویو میخورد، چه 10000 تا، چه حالا 200 تا خورده، چه 1,000,000 ویو بخوره، خواستم حمایت کنم از دخترها و زنای مملکتم و کلن خانوما. یعنی آدمی هم که کلن دنبال منطقم، حقوق واقعی. الان مثلا نصف کامنت ها زیر پستم زدن نمیدونم کمتر بلیس، کمتر بخور، نمیدونم فلان کن، بذار هر کی هرچی میخواد بگه. من شخصیتم و ذاتم اون لحظه دوست داشتم حمایت کنم. حالا آقای تتلو برای خود شخصیت داره نداره، طرفدار داره نداره، میگم من خودم با صداش حال میکنم، صداشو دوست دارم، موزیکاش دانلود میکنم، گوش میدم، ولی با شخصیتش حال نمیکنم، چون واقعا شخصیت خوبی نداره. کسی که میاد میگه آقا جانورا رو نکشین، دخترها، زنا مگه جون ندارن؟ چرا باید بگه زنا باید از طبیعت حذف بشن؟ این حرف قشنگی نیست. درسته. حتی اگه فان باشه، حتی اگه به شوخی باشه. من میگم الان مثلا تو میگی مردا هیچ عنی نیستن، من الان دارم میگم نباید این حرفو بزنی. همین مردا هم اگه نبودن، خیلی اتفاقا که ببین همه چی به هم یه حالت زنجیره است. اگه مردم نبود، زن و مرد جدیدی به دنیا نمی اومد.
همه چی به هم وصله. من منظورم اینه که مردها با اینکه هیچی ندارن ولی انتظارشون بالاست و منطقی میگه خب اوکی قانون طبیعت به من اینو میگه. ببخشید یه مردی که میخواد یه دختری رو با سینه 90 و واژن صورتی و کون جنیفر لوپز بکنه باید خرج بکنه و دخترام حق دارن. اونی که میخواد باسنشو ببشه لیپو کنه سینهشو نوت کنه دیگه نمیگن که چون تو دختری بیا از این پول مفت برات میاد. یه چند تا مثل شما رو باید گوشاشونو بگیرن تا بتونن درست کنن. اصلا آریان جون به خیر این قضیه امیرعلی عزیز اون قضیه رو چیکار که میگه چقدر خوبه که تو مثلا مالی نیستی دنبال پولیستی اوکی، ولی امیرعلی عزیز من چندین بار من کلا سبکم اینه ولی به خاطر این سادگی و صداقتم ضرباتی خوردم که چی بگم ضربه شمشیر دردش برام کمتر بود. سه تا پسر اومدن سمت من تو زندگیم، خب فقط من اینجوریم که از طرف خوشم بیاد تو لحظه اول مثلا خوشم اومد، خب با سه تا تو فاصله چند سال من اوکی شدم. این سه تاشون هم ببخشید بهتون برنخوره، یکی از یکی بی سر و پاتر بی پولتر بدبختر. خب گفتم همه اجازه بدید طرفم تمام شد. بعد گفتم که چی گناه دارن همه گوش میبرن از پسرها سوء استفاده میکنن، من بیام به خاطر خدام شده اوکی هم خوشم اومده همم بدبخت. یکی چی بود؟ کارگر بود، پدر مادر جدا شدنم، پدرش زن گرفته بود مادرش شوهر کرده و اینو یک ساعت تو خونه هاشون راه نمیدادن. یک ساعت یک سال آوردم تو زندگیم پروبال دادم تحویلش گرفتم مثل خانمای چینی جلوش خم و راست میشدم ماساژش میدادم نازش میکردم اشکاشو پاک میکردم شیر موز پسته بهترین آجیلا قلیون هر طعمی که سفارش میداد قبل اینکه برسه زغال روی اوراق گاز یک کاری برای این کردم. برای هر کی تعریف کنم میگه امکان نداره و بیچشم رو رفت و دوتای دیگه هم همینطور همه گدا گدول و بدبخت. گفتم اشکال نداره گناه دارن، حالا این پسر پول نداره گناه داره دل که داره. خدا رو شاهد میگیرم امیرعلی عزیز به این ستاشون خدماتی من رسوندم که اوشین و کیو هانیکوتا چیوانام نمیکرد به صاحبکار ولی چی مثل آشقال من انداختن و رفتم و من دلم از پسرا خونه را سریقتش. این پسر را شما بفرمایید نظر شما چی بود؟ من یه سوال دیگه دارم. ویدو تو که ضربه اول خوردی چرا دومی رو تکرار کردی؟ چرا سومی رو تکرار کردی؟ خب بعد میرفتم میمردم. اول یه ضربه میخوره یه سراغ دومی و سومی نمیره، اگرم بره با احتیاط میره. عزیزم اولی حرف اتباره حرف اتباره بعد دوباره رفتید دوباره همین کاری کردید سومیه همین کاری کردید. اجازه بدید جواب بدیم سوال حالا ول کنم جواب بدیم اصلا ربطی نداره هادی جون. یکی که از این فرد شکست خورد و توی رابطه شکست عشقی نخورد و بره توی قبرستون تیره خلاص بزنه خب نه دیگه. نه بله من احتیاط کردم و بعد از یک سال دو سالی که گذشت باز با یکی دیگه اومد چون پیله کرد دوست دارم عاشقتم ولی پول ندارم. گفتم نگاه کن پول ازت نمیخوام، تو رو جون عزیزترین کست آدم باش با من پول نداری به سلامت ازت نمیخوام هیچی ازت نمیخوام بذار حرف بزنم. گفتم هیچی ازت نمیخوام تو رو خدا فقط آدم باش. قسمش دادم جون مادرش از بگو باشه من دوست دارم. اومد جلو بازم خریتم و تکرار کردم هیچی ازش رو نگرفتم و مثل خدمتکارای چینی کره‌ای بازم این سه تا پسر ببید. یکی از یکی بدتر رفت. من حاضرم شرط ببندم یه دونه دیگه این اون خراب بیا تو زندگی تو بادم همین کار تکرار میکنی دونه 900 نفر آدم دارم میگم این خراب این نشون چون میدونی جراحی داره چون یه دست خودت نیست چون دست خودت نیست چون دلت پاکه ساده ای دوست فکر میکنی همه مثل تو خوب مهربونه فکر میکنی همه مثل تو به همه محبت نزده و دور زمانه همه گور کرد به هر چی رحمانی میکنه تو فسرد مثل تو سلا گور کنی پسر محبت گور کرد حد و اندازه داره درست بگردم
محبت کردن خوبه، مهربونی خوبه، ولی به اندازه به یاش تو انقدر میگه به لالای ریش به نفر گذاشتی تو رو کی خلبت خودشون میدونستن نه میدونم الو لیتو بله من دارم بیا فلان شا فلان قلیو فلان دسته ببین انقدر میگه به لالاشون گذاشتی طرف رای میده به اون دستور میده اگه مثلا اون زرش بوری والا یارو خواهر نمی کنه به زرش هم یک دستور رای بده از مرد قریبه خدا خدا مریم جون هادی هم راست میگه. خب من پسری که میرم تو کارگری نون وای دست دست حرف بزنیم بند خدا کارگر نون وای بود. خب میرم دستش به آرت حساسیت داشت. امیرعلی عزیز خوب گوش کن اون جنبه قضیه رو بسنج. طرف میرم کار میگفتم عزیزم دستشو میچوست که بیاد بشینه گفتم وای دستو ترک ترک شده پاشو کرم بزن کرم بیارم گفتم نه خستم بیلش کن دستام عادت کرده به ترک پشت دستاشم ترک داشت میووردم همیشه که با یه دستش چایی میخورد من روغن وازلین و کرم میوردم دستشو چرب میکردم من گفت ولش کن بابا میخوام چاییمو بخورم گفتم عشقم با اون دست راستت که داری چای میخوری من این دست چپتو چرب میکنم چرب میکردم بوس میکردم چرب میکردم گفتم الهی بمیرم برای این ترکای دستت الهی من بمیرم مثل یک کلفت هم آدم نمیاد تو زندگی ما یعنی میشه واقعا اوکی یه چیزی جا داره من اینجا بگم از دو تا آقای عزیز داریم هادی آقای عزیز و آقا امیر عزیز دو تا بانون بالا داریم بانو لیدا و آریاندان عزیز این دو تا از آقایون دارن حمایت میکنن ما هم بالا از کامیونیتی خانوما شخصه شما هر چی شما بگید هادی جون منطقش بگه آقا امیر هر چی بگه منطق من اینه پول میگیرم کون میدم بچا من باز نظر من شغلته الان مغازه بری پول ندی پفک نمیدی خانم لیدا یه لحظه آقای هادی اصلا شغل من نبود کون میدم پول میگیرم در اومده در اومده درآمدم نیست. That's not my work. این راه، این راه داری خرج زندگی تو در میاری. این جون نری برای کجا میخوای پول در بیاری؟ گفتم اصلا شغل من کون دادن نیست. منطق من نسبت به مردها پول کون میدم پول میگیرم. نه احساس دارم هیچ گوهی ندارم. هیچی ندارم. هیچی هم نمیفهم. یه احمق به تمامم. پول میگیرم کون میدم اگه هستی یا علی این میدون نیستی سیکتیر آریان جون من اینه حالا هر کی منطق خودش داره من خلاص بشم این منطق منه یا علی آریان جون این که میگن طرف داره این که میگن طرف بلدی به پفک نمیدن یا روی عاشق آخه امیر میگه احساسی کسی نیست آخه من خودم رو میگم من پول میگیرم پول میدم نو احساس تموم شد بفهم آریان جون یه آدم میگه اول پول بعد خدا متاسفانه میگه میگن اول بکن تو مشتم بعد بکن تو پشتم پوله رو بذار اینجا بعد کیره رو بکن تو کونم بله آقا امیر بفرمایید واقعیت رو داریم شما بگید الان اینی که آریان جون داره میگه درسته یا این بلاهایی که سر من اومده بابت صداقت و درستی کدوم کارمون درسته تو ساده لوی میگو درست یادم تو ساده ای ساده لوی فکر میکنی همه مثل تو ساده نه عزیز من شب نمیدونم فلان کن و پاشو بذار تو عسل و نمیدونم دستشو بکن تو شیر و اصلا دخترای خانم یعنی هیچ وقت این کارو برای دخ برای آقایون نمی کنن چرا؟ حالا قدیم مثلا آقایون کلا مثلا دوست داشتن زور بالای زناشون باشن با زور حرف بزنن که اصلا من با این همچین چیزی مخالفم من خودم ببینید ازدواج کردم 20 سالم بود من متأهل شدم نامزد کردم جدا شدم و اصلا هم زوری بالای طرف نبود یعنی همه چی مساوی بود
فقط من ببین قد بودن و خودخواه بودن خوب نیست. حالا من بچه بودم، اختزای سنم هست. بعد 4 سال رفاقت با هم ازدواج کردیم، خیلی هم همو دوست داشتیم، بعد اولین عشقم بود، اولین عشقش بودم، خیلی بچه بود موقعی که ما هم مثلا رفتیم اوکی شدیم، 14 سالش بود دیگه. تا ازدواج کردیم 4 سال ما هم توی رابطه بودیم و حالا قایمکی و این برانور که 20 سالم بود ازدواج کردیم، یعنی عقد کردیم. مثال می اومد خونه ما، مثلا بلند میشد غذا درست کنه، به من میگفت فهمیدی علی تو مثلا سبزی پاک کن. گفتم من این کارو نمیکنم. بهش دستور نمیدادم که مثلا تو باید غذا درست کنی یا خودش چیزی بود که دوست داشت. گفتم من دوست میگم بچه ها میگن صدا نیست آقای امین. صدا هست، ما صدا ما میشنم. اوکی، انگار صدای امیرعلی رو ندارن. آقا هادی یکم صحبت کنن تا صدای امیر برگرد. امیر جو صدا هی میره میاد. فدات شد امیرعلی عزیز، بریم پایین دوباره بیایم بالا، صداتون خیلی قطع وصل میشه. خب لیدا نگفتی اگه یه چیز مثل اون قدیم رو بیاد دوباره امیر سازیدی رو معلومه نمی کنم هادی جان، شما راست میگید، معلومه که این کار نمی کنم. الان از بس خوبی کردم و بیش از حد رو راست بودم و ضربات بدی خوردم، دیگه رحم نمی کنم به پسر جماعت، دیگه رحم نمی کنم. نه حالی که یه سر عقل بدید، یه آدم پولدار سر به خودت بیاری دیگه. نه اونجوری هم نه که هادی جان بیارم پوستشو بکنم، ماشین داشته باشه، فلان داشته، نه. ولی به ظرفیتش نگاه میکنم، اندازه ظرفیتش بهش خوبی میکنم، نه معرفت خودم. به اندازه ظرفیت بهش محبت میکنم. نه برم دوباره بیام. نه نه بچه هست. دوستان عزیز اگه صدای امیر رو دارید بگید، اگه نداره دوباره بیاد. امیر یکم صحبت کن. بچه ها الان صدای منو دارید؟ اگه صدام نیست الان خوب شد. خیلی خطا شد، الان خوب شد. الان بچه ها میگن نداریم. ولی میدونی چیه آقا هادی، حالا من خودم اگر که من خودم دوست نداشتم اوائل شروع کارم که کون میدادم پول نمیگرفتم، خب بعد دیدم دارم به خودم ظلم میکنم که وقتی که رایگان کون میدم هیچ احترامی ندارم. طرف یه بار میاد میکنه میره، دیگه فوش هم میده، بلاک هم میکنه، تو خیابون میبینه چند تا میگه من اینو کردم مفت بود، اینجوری اینجوری بود.
دیدم نه نمیشه، آریان اصالتش منشش این نیست، پولیش کردم. از روزی که پولیش کردم به به، یا ماشاءالله هزار و الله اکبر، چه احترامی دارم الان. طرف میاد میگم مثلا 2 میلیون 4 میلیون میده، میدونی؟ من الان میگم صدا اشاره صدا اوکیه؟ آس فکر کنم بعد که صحبت کنی من ادامه صحبتم و حرفم رو ادامه میدم. حالا تو بگو. اوکی اینا بگم بعد شما شروع کن. بعد آقا حاجی الان من به عنوان یک کون یه وظیفه ای دارم نسبت به مردها. من توی مرد، من الان مشتری من لاکچری هست، اولین چیزی که میان به من نگاه میکنن بدنم رو نگاه میکنن. اگر بدن من یه ذره یه دونه مو داشته باشه نمیکنن منو. اگر بدن من یه جاش یه جوش کوچیک باشه نمیکنن. ولی ما چی؟ مرده میاد از بالا تا پایینش ببخشید بوی گوه میده همه پشمالو، ولی هیچی یعنی برای اون مهم نیست. نه چون ذاتیت مرد، چون ذات مرد اینه، مرد خب باید اینجوری کثیف و خشن باشه. یک زن، یک کون، یک جنس مخالف باید زیبا باشه. الان مثلا خب میدونم جان تو یه نگاه باشه تبیزی سفیری محمدانی، خب انتظار داری طرف محمود هم مثل تو لاغر یه خود تبیز باشه، بهداشتی باشه، به خرجی نمیری میری، داری به انسان میری دیگه. ولی کلا انقدری که آقایون براشون مهمه طرف مقابلشون تمیز و بی نقص باشه، خانوم ها زیاد براشون مهم نیست. مثلا برای من که یک کونم، مثلا دوست دارم طرف شیرش کنده باشه، برای امیرعلی که مثلا بکنه دوست داره طرف فیسش خوب باشه. نه آقا برای امیر، برای لیدا چی؟ لیدا خانوم لیدا خانوم خودشون نمیدونم ازشون میپرسن، ولی مثلا من ایده های یک کون با ایده های یک مرد فرق میکنه. امیرعلی میگه من این دختر خوشم اومده، فیسش منو تحریک میکنه، اولویتم فیسه. من چی؟ من میگم کوتاه باشه، صورتش زشت باشه، ولی کیرش کلوف باشه. آره دیگه بذاری من یه سوالی دارم. اولویت ها فرق میکنه، به خاطر همینه که اگه مرد هر چقدر پشم داشته باشه، حالا دوش نگرفته باشه، چیز نباشه، لاپاش چیز خوبی داشته باشه، قابل قبول باشه، شیر 300 داشته باشه. آقا من حالا ادامه حرفمو بزنم، حالا به درد بله بفرمایید. بعد مریض باشه چه بهش آریا یه لحظه بین امیرعلی عزیز صداتون قطع شد. صداتون رو نداریم امیرعلی عزیز. فکر کنم یه بار باید برم پایین دوباره بیان. آریا جون صداشون کنن قطع شد. آریا فهمیدی چی گفتم؟ نه بفهمید دوباره. آریا گوش بده. من میگم طرف شیر سیزادی پشمت آقای عبدالله، اون چیزی که تو میخوای باشه. اما مریض باشه بهش میدی؟ منظور یومین منظورت با مریضی چیه؟ اصلا ای داشته باشه، یا اشایی داشته باشه، یا هپاتیت داشته باشه، چه مثلا به تو هم انتقال بده، حاضری بهش بدی؟ آخه فکر نمی کنم یکی را آدم ارزش اینو داره که مریض بشه. این چه سوالی؟ تو اگه به نظر تو یک کنس خیلی خوب باشه مریض باشه، تو میکنیش که مریض شی؟ خب این چه سوال مسخره یه پرسیدی؟ نمیدونم اونم شاید چون عاشق چیری شاید بخواد داری چیرش بری بری. آریان جون یه سوالی میخواستم از امیرعلی جون بپرسم که متاسفانه رفتم پایین دیگه صداشون قطع و وصل میشد. خب که مثلا زمانی که من گفتم من از پسر چیزی نمیخوام، خب که ازش خوشم بیاد، پول داشت داشت نداشت نداشت، گفت چه خوب. خب ولی میخواستم بهش بگم، ازش سوال کنم بگم که امیرعلی پس تکلیف این پسرای چی میشه که وقتی میبینی کارگره یا پول آنچنانی نداره دلت میسوزه، و اونا از پسرای پولدار خیلی بدتر میشن، ببخشید بر نخوره به خیلی هار میشن، همون بی پولش، همون پسری که هیچی نداره خیلی اصلا تا چه بالا بدتر. دلت به حال خودت بسونه دور زبونه برید که برید دلت به خودت همسایه بسونه یا رفیق بسونه، دلت به حال خودت بسونه. آره دیدی سه نفر اومدن تو زندگی تا به زندن عدد خرمالی گردن،
آخر شیش رو زدن در این رو گفتن خدا به آفرین نگاه کن تو در بکنی تو شکست خوری چون تو پاره شد چون تو سوخته بعد یه مهم نمیده چه بدایی سر تو میاد آدی جون به امیرعلی رفت از شما بذار بپرسم شما یه آقایی خب پسرا رو آخر چی کار کنی باید تیغشون بزنی پول بگیری یا نه بهشون محبت کنی نه نه تیغش بزن نه زیاد اصلا بهش محبت کن اندازه گمبش باش رفتار کن اندازه ظرفیتش باش مهربونی کن نه بالا نه پایین بالا بره شورش در میاد پایین هم میاد انتظارش میره بالا من زیاده روی کردم برای پسری که هیچی نداشت میدونی هادی جون چرا محبت میکردم برای چی محبت میکردم پول نداشت گفتم بذار خجالت نکشه بذار بی پولیشو بهش یادآوری نکنم گناه داره من یه سوال دارم بگو زرش بودی یا سیغک بودی بابا یه رفیق بودی اومد توی زندگی چه بگذارم یه مطلوب و قطعه بود آخرش هم زد در چون بگفت نگاه چونه لبنت خدافه بابا چه زندگی چه زنی چه سیغه ای یه رفیق معمولی بود اون نباید زیاد بر همین میخواستم سوال کنم ببینم پسرا آخرش ما با پسرا باید چی کار کنیم چی کار کنیم پول بگیریم میگن گوش بره نگیریم میگن خره چی کار کنیم؟ حد وسطش چیه؟ حد وسط نه من نمیگم خودم بگیر باش اشکالم بگور ولی محبتش دو نفره خودم دو نفره باشه دو طرفه باشه یه طرفه نباشه پول میدی پول بگیر محبت میکنی محبت بگیر نوکری میکنی ازش نوکری بگیر هدیه میدی هدیه بگیر دو طرفه باشه نه یه طرفه آره دیگه اشتباه کردم راست میگم اما مال شما متاسفانه کنه یه طرفه بوده فکرم الان بیاد باید همون یه طرفه ادامه پیدا میکنه درسته؟ من فکر میکنم با هادی جان موافقم چون اگر که از الان هزار تا مرد دیگم تو زندگی خانم لیدای عزیز ملکه ایران بیاد بازم لیدا همون رفتارا رو میکنه چون ذاتیتش جنش اینه بسیار خانومی مهربان دلسوز و حاضر خودش سختی بکشه درد بکشه ساده بسیار بانوی ساده آدمای ولی... ساده چوب سادشی رو میکنن تو اگه ساده ولی من مثلا آریان چون از اول ذاتش ذاتش خراب بوده و یه کون پر رو بوده همیشه موفقه کون میده پولشو میگیره خب بعد خب آیان جون اینطوری میشه که 4 تا آدم خوبم تو دنیا هست تبدیل به آدم بده میشه 4 تا آدم مثل منم هست میگم بذار خوبی کنیم بذار گوش کسی رو نبریم بذار محبت کنیم ولی اصلا آدم ها این دوره محبت و معرفت اصلا حالیشون نیست هر چی بیشتر معرفت و محبت میرین در خدا تو محبت نکن ولش خدا میگه شاید اعتدال نکن چی بگم ولش نمیدونم 4 تا آدم تو یه سوالی تو خود یه سوالی ضربتش می‌خوری بچا یه سوالی خیلی ذهن منو درگیر کرده میخوام از همه بپرسم اول از مرد ستون ایران میپرسم آقا هادی سوالمو بد برداشت نکنید منظوری بدی ندارم ببخشید شما به چه امیدی زنده ای ببخشید من حال خوبی بود او مای گاد ساری بات دات این که زندگی شادابی دارم با حق میگم میخندم بله. روحیم بالاست جمعم بالاست عرضم به حضورت دستم دو جیب خودمه و اندازه خودم دارم اشغالم میکنم با همه هم میگم میخندم چرا زنده نباشم چرا به امید زنده نباشم همونطور که تو به امید چون دادن زنده ای من به امید اشغال خودم و اتفاق دارم بودم والا لیدا جون شما چه به امید زنده الان لیدا مطمئن به امید فالووراش به امید بچهش به امید
خانوادهش زنده است و امید داره و داره اشتباهان میکنه. بعضی از سوالات همون یه امیدی داریم توی زندگی بود ولی بشری نمیدونیم بعضی از سوالات مثل بمب اتم میمونه، طرف ها نابود میکنه. نه خب همین سوال از من بپرسید، من خیلی جوابای قانع کننده ای دارم بهتون بگم. من گفتم تو به امید چون داده زندگی من آره من یه پسریم که کون میدم و به امید کیر زندم تا آخر عمر کیر بخورم و زیر کیر شهید بشم، این امید منه همین دیگه هیچی. و نه خانواده سرم میشه نه احساسات، never nothing just کیر همین. بعد من آریان جون بخوام بگم من به چه امیدی زندم، چون 47 سال عمرمو به گا دادم، به روستای گاه. 47 سال عمرم به گا رفت، به فنا رفت. خب به این امید زنده ام که حتی اگه 3 سال دیگه قرار زنده باشم اونجوری که آرزوشو داشتم زندگی کنم، همین روشی که دارم زندگی میکنم زندگی کنم، چیزو مردم دیگه به پیش نگیرم، بعد تو فامیل چی میگن مهم نباشه برام، خواهر برادر ناتنی چی میگه مهم نباشه، عرف چی میخواد، کی چی کتابی میده، چه قانونیه، میخوام اونجوری که دوست دارم زندگی کنم و اگه خدا بخواد دارم زندگی میکنم، لذت دارم میبرم. آره به امید خیلی چیزا، مثلا بچه هام که خیلی دوستشون دارم، مادر عزیزم، خواهر برادر یکی از مادر خودم، مثلا دوست خوبی که دارم، خانواده. ببین خانواده اولویت هر انسانه، خانواده به هر مشکلی بر بخوری اول کسی که بدایت میده خانواده است، خواهر برادر. آریان الان تصویر من خوبه؟ امیر جان ولی والا چرا بد باشه، خیلی هم عالیه. امیر جان یه سوالی داشتم، موهای من بلند شده؟ ما نداریم متاسفانه. برای موهات بلند شده. آره میخوام همجوری بذارم بلند شه تا کمرم بیاد. آره دوباره نظر رنگش کراتین هم دوباره رنگ بیشتر بهت میاد آریان. چیز من موها موجه سافت نمیاد. خب همونو میگم کراتین کنی لخشه خیلی بیشتر بهت میاد. میگم دیگه من موها موجه سافت نمیاد بهم. یه سوال دارم تو یه انقدر عاشق کیری، بله، چرا یه چیه تو باس چولاختون تکو نمی کنی؟ دارم به همه صحبت کنی که عاشق کیری و تکو هم زنی. آدی تو من بگم آریان هیچی نمیگه، تو شروع کرد. آره ما لال شدیم، حاجی جون شروع کردن. بذار من سوالمو از امیرعلی جون بپرسم اگه حاجی جون بذارن. البته امیرعلی بذارن دارید؟ امیرعلی عزیز بله بله صداتون دارم، بفرمایید. بله امیرعلی عزیز ببینید اونجا که شما گفتین چقدر خوبه، یه نفرم دیدیم که مثلا مالی نیست، مادی نیست. خب من خودم هم اینو میدونم، خودم هم حس خوبی ازش میگیرم که با پسری که دوست میشم به خاطر خودش بخوامش و هیچ موقع هزار تومن مدیون شما باشم اگه از پسری گرفته باشم، چه تو رابطه چه کناره. خب ولی میخوام دلیل اینو بدونم چرا بعضی اینقدر بیچشم رو هن که تو اگر من نوعی خودم زندگیم عشقم محبتم مثل یک مستخدم در اختیار اون افراد قرار گرفتم، اما با بیرحمانه ترین وضع ولم کردن و رفتن. میخوام بدونم نظرتون رو بگیم به عنوان یک مرد، به عنوان یک پسر، چرا به یک پسرم که رحم میکنی ازش چیزی نمیخوای به نامردی تمام زنت میکنه و میره؟ ببینید من اینجا نمیخوام دفاع کنم از پسرم، میخوام یه چیز واقعیت رو بگم. الان زمونم من آدم منطقی، حالا کار به هیچی ندارم، من منطق حرف میزنم. الان زمونه شده آدم ها تشنن، پسر ها تشنن. تا ببین شما موقعی که تشنه ای دو تا لیوان سه تا لیوان آب میخوری، شاید هم مثلا یه لیوان آب میخوری تشنگیت برطرف میشه. خب وقتی که تشنگیت برطرف میشه و سیراب میشی خب دیگه آب نمیخوری. الان زمونمون زمانی شده خب این دختر با این پسر اوکی میشه، این پسره با این کات میکنه میره خب با یه دختر دیگه، طبق همین دخترها و پسرها، یعنی همه با هم میبینید که حالا به قول گفتنی کسی هم الان دیگه با کسی موندگار نیست.
یا اکثرا وان نایتی هن، یه شبن، یا یه هفته، یا یه ماه، یا دو ماه. ببینید اون کسایی که اومدن تو زندگی شما قبل اینکه حالا با شما وارد رابطه بشن، یا حالا چه احساسی چه رابطه جنسی، قبلش دوست داشتن که به اون جایگاه برسن، رابطهشون رو با شما داشتن و شما، یعنی نسبت به شما دیگه سیراب شدن، دیگه نخواستن که باشن. اینم یه چیز منطقیه، نمیشه بگی چون من به سرویس دادم گوه خورد رفت. ببین آدم ها، هر کسی یه اندازه‌ای میتونه با یه شخصی بمونه. من مثلا توی رابطه بودم با یه خانومی توی خارج کشور، حالا ترکیه، تایمی که اونجا بودم باهاش فاب بودم، خدا شاهده نه خیانتی نه چیزی، با اینکه دختره ایرانی که تو ترکیه بودن خیلی توی دایرکتم می اومدن، توی کلاب میرفتم، ایرانیا بودم می اومدم مثلا میدیدم، پیج منو میشناختم، مثلا اکسپلورم زیاد بودم، می اومدن دایرکتم، ولی خب من خیانت نمی کردم چون از همه لحاظ اون دختر کامل بود. حالا میگم هر کسی یه جوره. دخترایی هم بودن که یه هفته باهاشون تو رابطه بودم، دختر بوده یه روز باهاش تو رابطه بودم، امشب خوابیدیم، فردا اصلا دیگه جواب یارو ندادن. هر کسی یه جوره. اگه من امیرعلی بیام بگم نه بابا من پسر پیغمبرم، من با هر کی اوکی میشم، یه عمر میمونم، شروری بیش نیست. الانم هر چه پسر چه دختر وقتی قبل اینکه به یه چیز میخوان برسن لهلهشو میزنن، حولشن، وقتی که به طرف میرسن کاراشون میشه. یا ببین هر کسی یه تایمی داره، حتی ازدواج هم به جدایی ختم میشه، طرف زن و شوهره، میره با تمام دوست داشتن، عشق و علاقه که نسبت به هم داره، میرسن به یه جایی که میبینن به درد هم نمیخورن. خب اونم باید شوهره بیاد بگه خب من الان مدت زیادیه دارم خرج تو رو میدم، زنم بیاد بگه مدت زیادیه که من دارم به تو نمیدونم سرویس میدم. خب نمیشه که، باید آدم ها بیان تو زندگی همدیگه ببینن آیا به درد هم میخورن برای یه عمر موندن یا برای یه دوره. خب بله قطعاً آیه میاد جلو که چی میگه، که من دوستت دارم، من باهات اوکی ام، با هم باشیم فلان باشیم، ولی به نامردی بهت ضربه میزنن. مثلا کسی که اومده چی، من باش تی کردم، طرف اومد، اولین پسری که اومد، باورت نمیشه، من هرچی بگم میگی دروغه، اومد جون مادرشو قسم خورد، به امام فلانی قسم خورد، دستشو کوبید روی قرآن، گفت من حداقلی که با تو باشم 10 ساله حداقل، چون دوستت دارم، تو برای من مثل یک بهشتی، من تو جهنم دارم زندگی میکنم، آرزوی مرگ دارم، تو به من آرامش دادی. با 100 تا دروغ و قسم و آیه و حتی 100 میلیون تومن سفته در چند سال پیش که اون موقع میستم خونه باش بخرم، خب اومد جلو، ولی خب مثل ببخشید سگم دروغ گفت، صحنه سازی کرد، زمانی که حالت با من خوب شد اوکی شد خدا حافظ، پنج چندین سال الان آنلاینه، چه در تلگرام چه واتساپ همه جا، دریغ از یک استیکر، دریغ از یک هایی، چقدر به این خوبی کردم. و چند تا پسر مثل این کلا نظر من در مورد پسر عوض کردن، یعنی یک جوری شدم که احساس میکنم که پسر دیگه به هیچ عنوان به پسر جماعت نباید رحم کنی. نمیدونم چرا اینجوری شدم. بگم آقا دیگا جا پنج و هفتش یکی نیستش، درست بگردم، همه جا خوب و بد داریم. اگه تو اگه ضرب خوری شاید دومیه بیاد توی زندگی، آدم خوبی باشه، آدم مصطفی باشه. نه خب حاجی جون من سه نباید همه رو یکی قضاوت کنی. من دارم بگم پنج و هفتش یکی نیست، درست بگردم. در عرض 4 سال، خب 3-4 سال، مثلا 3 تا من با 3 نفر قرار بود اوکی بشم، خب یکی از یکی دیگه بدتر، یعنی خوبی اصلا حالیشون نمیشه، به پسره عزیز بر نخوره، اصلا پسر جماعت من فکر میکنم خوبی حالیش نیست. نه تنها پول و توقع مالی ازشون نداشتم، بلکه وقتی میومد باورتون نمیشه، مثلا باورت نمیشه، من حتی زغال بی ارزش خب نداشتم برای قلیونش. بعد میگه عزیزم چیزی لازم داری بگیرم، طرف میگم از صبح کله سحر میره دستش ترک ترک کارگره، میگفتم نه همه چی هست، تو فاصله 20 دقیقه این آقا برسه خونم از طبقه چهارم تق 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 نفس زنان بودو داره مغازه، که مبادا زغالو بگم این بنده خدا بخره گناه داره کارگره.
نداره. و نتیجه من چی بود؟ و اینکه از آخری چی دیگه، یک خر احمق توی سرم بود. خدایی عجب خری بود. محبت تو ویدا کردید نده اینو ویدا نکرد خدا عشق میریخت. میگو مادرم محبت رو نکرده، عشق میریخت. میگو پدر و مادرم به من محبت رو نکردم. ولی خب نمیدونم چرا دست من بیچاره نمک نداره. واقعا نمک نداره. واقعا کلن لیدا تو در سه سال اومدی در پوشش زنانه فعالیت میکنی و دو سه تا هم تجربه بدی داشتی، چون و اینها همه طبیعیه، شما دیر شروع کردی. خب آریان جون من اینو میگم، انسانیت چرا ندارن؟ چرا روک به من میگه لیدا نگاه کنید بهترین دروغی که من یاد میدم به پسرها؟ خب میری جلو وقتی تصمیم نداری با اون دختر ازدواج کنی، خب یا کلن عقل. همون اول رابطه عزیزم ما یه مدت 3 ماه با هم تو رابطه ایم، اگر اوکی شدیم میریم سراغ 3 ماهه بعدی. خب یه چیز منطقیه دیگه. ولی طرف از راه رسیده بعد یه مدت کوتاه، لیدا تو عمر منی، اصلا وقتی بهم زنگ نمیزنی نگرانت میشم، دل منی، عشق منی، و همه دروغ. خب درسته خانم لیدا، شما 47 سالتونه، اون طرفی که اومده 20 سالشه. شما چجوری میتونی یک اون بیچاره 20 ساله‌ای که مثلا تازه اوج غرور جوانی، نه تجربه داره نه چیزی، و به خاطری که دروغ گفتن اینها براش اصلا چیز خاصی نیست چون به تو برسه، تو باید بری یکی رو مثل خودت 47 ساله پیدا کنی، اون موقع خوشبخت میشی. اون موقع دیگه به دروغ نمیگه، همه چی با صداقته. میگن آریان یه مثالی مادرم خدا بیامرز همش میگفت جوون اومد فرار کن، جوونی بعد دوره ایه. آدم نمیفهمه واقعا، هادی میتونه تایید کنه، جوونی بعد چیز دوره ایه که آدم واقعا نمیفهمه داره چی کار میکنه. خب اون بیچاره به خاطر که به تو برسه، به کونه تو برسه، شاید خیلی دروغ گفته و وقتی تو رو کرده سیر شده گفته دیگه سیک تو بزن. آره آره همینه آریان جون. ببین شاید باورت نشه، من چه بسا آدمایی دیدم خب که حتی 55 ساله، حالا با من تجربه نشدن، از دوستام تعریف میکردم، مثلا 50 سالشه به بالا، ولی خدا رو شاید میگم شعور یک پسر 16 ساله رو نداره، درک یک 16 ساله رو نداره، اصلا به سن نیست. بعدش یه چیزی بهت بگم آره، نه به سن نیست، الان جوون 20 ساله امروزی آریان جون 10 تا 60 ساله دهه 40 و 50 رو میبره لب چشمه، تشنه میاره تو خونه. بچه همه به سن، من سن واقعا قبول. مثلا مادرم خدا بیامرز میگفت جوان اومد فرار کن، جوان که وقتی که باشی واقعا نمیفهمی داری چیکار میکنی، بعدها 10 سال بعد 5 سال بعد آره چشش هم خودم یه کارایی کردم. مثلا من یه دوستایی دارم مثلا 1 سال 2 سال از من بزرگترم، اشتباهایی که من تو میکردم و الان اونا به من میکنن، میگم بعد بهشون میگم این اشتباه رو نکن، ولی بعد به خودم میگم نه این جوون این دورش باید رد کنه. تو از یه جوون احتمالا ضربه خوردی، اون برای دورو کرده یه اون فرار آجیزون ببین اصلا بوده دیگه بدی شده کرده. میگم دوری بعد بدی شده، به خدا نمیدونم آدم 4 تا آدم خوبم هست پشیمون میشه از خوب بودنشو. من الان اینو نمیخواستم بگم ولی اینجا دارم میگم که بعضی از پسرها واقعا قدم چیزن پرتوقعن. هادی داره میچرخه، بعد اصلا نگم به بهتر ولش کنین، قضیه رو بگم برای خودم داستان میشه. کلا پسرها رو چه خوبی بکنی چه نکنی، چه پول بگیری چه نگیری، براشون بی ارزشی، به هر حال ولت میکنن و میرن. همین چیزی که من خب بله دقیقا، تو به مرد هر چقدر خوبی بکنی ولت میکنه و به خاطر همینه که یه کسی مثل آریان که کونه فقط پول میگیره کونشو میده. آره و خیلی به من میگن که آره تو خیلی بی احساسی، هیچی حالیت نیست، و میگم آره شما در مورد من فکر کنید من بی احساسه، هیچی حالیم نیست، ولی بهتر از اینه که ببخشید با یه احساس کوچیک نشون بدم ولی یه عمر بدبخت بشم، یه تجربه بد تو زندگیم بیاد که تا آخر عمر عذاب بکشم.
آریان جون چند وقت پیشم یه موقعیتی برام پیش اومد، خب شبیه به اون پسری که اومد سرم بلا در آورد و رفت، خب نه که بلای خاصی ولی با احساسم بازی کرد، خب دوست دارم عاشقتم. یه قضیه چند وقت پیش برام پیش اومد تقریبا شبیه به اون، اونم همینطور، پدر که کلا نداشت، پدرش فوت کرده، مادرش هم چون بچه زیاد داشت نمیتونست بچه‌شو بزرگ کنه، اینو یه جای دیگه داده بزرگ کرده، خب با سختی و اینا. بعد اومد از فالوورا بود توی دایرکت با من حرف زد به حالت گریه، تو رو خدا من محبت ندیدم، مادر ندیدم، پدر ندیدم، اینا ازت خوشم اومده، میدونم میتونی به من محبت کنی، بهم احساس خوب بدی، از دنیا ناامید شدم، از این حرفا. خب منی که دیگه توبه کرده بودم خوبی کنم مخصوصا به آدمایی که هیچی ندارن، یه لحظه دلم به رحم اومد که گناه داره یا این سری به خاطر خدا گناه داره، نه محبت دیده، نه پدر، نه مادر، نه چیزی، یک جای دیگه بزرگ شده، گناه داره. گفتم اشکال نداره، بیا اینجا برات کار پیدا میکنم، برو سر کار، پولات هم همه مال خودت، یه خونه ای هست، تو هم حالا باش اونجا. باورت نمیشه آریان، همچی آدمی که خدا و زمین و زمان اینو زده، این باز بر من ناز آورد. یعنی اینقدر زورم اومد یه لحظه میخواستم قسم بخورم به هیچ عنوان دیگه به هیچ پسری رحم نکنم، به هیچ عنوان. درسته بله آقای هادی، من لایوم یک دقیقه مونده دیگه چون داره تموم میشه، به خاطر همین لایوو میبندم چون دو ساعت تو لایو. درسته ولی کلن من یه اعتقادی دارم لیدا جان، من الان نزدیک 16 سال کون میدم، 8 سال نصف عمرمو توی کون دادن گذروندم، نصفش هم توی مدیا و به عنوان یک هنرمند در خدمت مردم عزیز ایران بودم. همیشه دست خودمونست، من تصمیم میگیرم کی بیاد تو زندگیم، من تصمیم میگیرم کی با من چجوری رفتار کنه، من تصمیم میگیرم که چه بلایی سرم میاد، و به خاطر همین هر وقت یه اشتباه میکنم دیگه دوبار تکرارش نمیکنم. قبلا پول نمیگرفتم برای کون دادن، بی ارزش شدم، حرف برام درست کردن تو خیابون دیدن دست کون دادن، این کون مفتیه، بی ارزشه. الان نه، الان کون میدم پول میگیرم، تو خیابون بهم افتخار میکنن، میگم ما اینو با پول کردیم، دو برابرم بهم میدن. همین، من تصمیم میگیرم کی منو بکنه کی منو نکنه دیگه. این نظر من بود، حالا بازم شما بزرگترید، سن و سالی ازتون گذشته، بعد هر جو خودتون صلاح میدونید. آریان جون خوب که دارم فکر میکنم، هر چی خوبی کردم، هر چی دستم توی عسل کردم دادم به دهن هر پسری، از مچ گاز گرفت، به قدری هم دردش زیاد بود که میخواست دست منو قطع کنه. من دیگه خوبی به هیچ پسری نمی کنم، اصلا هم رحم نمی کنم، میگم گناه داره، فلان داره، گناه داره، بره گناه باد، به درک گناه داره دیگه. درسته، مرسی اسفم. آره درسته، مرسی که لیدا جون وقت عزیز تو گذاشتی برای لایو هنرمندانی من، از هادی عزیز که پایین هست مرسی که بودی ستون ایران، و از امیرعلی عزیز که اومدم بالا یکم نتشون داغون بود، مرسی که همه بودید و یک لایو ماندگار برای این ملت عزیز گذاشتیم. تا روز بعد، تا فردا شب با یه لایو جنجالی دیگه، همتون رو به الله پاک میسپارم، خدا نگهدار. مرسی گلم، مرسی آریان عزیز، مرسی فالوورای عزیز.